رفیقای گلم، حالتون چطوره؟ روبراین روبراشین، خوش اومدین به قسمت نهم از ویدیو بررسی گان و اتچمنت. دوباره برگشتیم با دو تا گان دیگه که بررسیش بکنیم. اتچمنتاشو ببینیم در چه حد هستن، نزدیک زنن یا دور زن، تو چه سبک پلی به درد میخوره. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. سریعا وارد بحث میشیم بدون هیچ مکسی. Let's go. دوستان عزیز، بررسی گان ICR1 رو داریم. بریم ببینیم چه اتچمنتی رو این سواره. اوه چه اتچیه، چی چیدم روش. من نمیدونم، ما واقعا از این گانا استفاده نمی کنیم، واقعا از اینا استفاده نمی کنیم. یا حضرت، یا حضرت، آقایی که جمع کنی یا ایسی آبانی چه اتچیه، واقعا چه اتچیه. خدایا عالی هستن، دقت تیر محشر، رنج بالا، ریجستر بالا. آهای حالت دویدن چطوره؟ قطعا با این وضع خیلی خوبه. هیپ فایرش هم ببینیم که هیپ فایری داره. هیپ فایری نسبتا هم مثل بقیه، ولی به اچیکی نمیده. سکیکی اصلا استثنایی بود. عالی، اتچ فوق العاده خوب ICR1 رو دارین دوستان، بسیار خوب. رنج فورگیری و خشاب، حالا به خشابش بذار آخر سر بپردازیم، مارکسمن، مونولوتیک و استری استاک. خشابش که یه خشاب جدیدیست، اینو بایستی چالشش رو برین تا 30 تا هدشات بزنین تو مولتی. حالا ما این خشابش رو باز کردیم، به شدت گاده. increases bolt impact و bolt penetration، 35 تا خشاب بهتون میده، 10 تا رنج هم بهتون میده. حالا increases bolt impact و bolt penetrationش مربوط به همون نقطه زند accuracyش رو نگاه کنیم فقط دیگه. الان من این مگو بذارین چقدر تفاوت داره. 40 تایی یه مگ معمولی بذارین 7 تا accuracy داده. رنجش هم ببینین دیگه، خدایش اصلا واقعا گان حقیه با این خشاب، خیلی خشاب حقیه. به شدت پیشنهاد میدم که از این گان استفاده کنین، حتی تو تورنمنت دارم بهتون میگم، برای کاور تیمتون به شدت خوبه. بریم سراغ لودآوت دوم. بریم رنجش هم تست کنیم. اصلا حرفی ندارم راجع به این موضوع. چه ریجستری داره تو رنج، من هنوز اینا رو هم ننداختم. خیلی لودآوت خوبیه. و لودآوت دوم گانه بسیار عجیب غریب ICR1 که ما دقتش هم باز بردیم بالاتر، تاثیرش هم دیدیم. واسه اسکوپ بازا که نگران نباشن، طبق معمول خشابش هم که همون خشاب قبلی، ماکرومگ بهش میگن، حالا درست خونده باشم، IFS، که به شدت مگ عجیب غریبیست، خیلی گانو ترتمیز کرده. دقت رو نگاه کن، رنج رو با کنترلش رو، فایر ریتش هست با دمیج سی. دیگه چی میخواین از این گان، چی میخواین از این لودآوت؟ واقعا چرا ما استفاده نمی کنیم از این گانا؟ واقعا چرا؟ هنوز جوابی من واسش پیدا نکردم. بریم سراغ لودآوت سومش. دفعه موزلش رو برداشتیم، شرگیری تضاف کردیم.
خیلی خوبه، خیلی خوبه. ریجستر گاد، من هنوز خیلی باشم ننداختم. عالیه این گان، واقعا حرف نداره اتچمنتش. و اینم از اتچمنت پایانی آی سی آر، اتچمنت سوم که دوباره اسکوپ برداشتیم و به جای مازل ما ریر گریپ گذاشتیم و تاثیرش هم خیلی اکوریسیش دیگه وحشتناک رفت بالا. این دیگه لیز، واقعا دیگه لیزر لازم نیست، ولی شما لیزر هم بندازیم اکوریسیش میشه 103 و دیگه نمیدونم تا چت دیگه نقطه زن میشه این گان، ولی خیلی دوست دارم لیزرش هم شما تست بکنین. حالا ما یه اتچمنت پایه رو گذاشتیم، خیلی اتچمنت خوبیه. طبیعتا شما مگیشو نباید برنی، اگر قرار لیزر بندازیم ببینیم، من توصیم اینه که رنجر فور گریپش هم برداریم میاد پایین قطعا. هیچی دیگه، هیچ کاری نمیتونیم، این نهایت اکیوریسی دوستان. هیچ کاری نمیشه کرد، واقعا اتچمنت خوبیست. پیشنهاد میدم که این ستا اتچمنت رو حتما تست بکنی، اگر اتچمنت بهتر از اینم داشتیم میتونین به هم بگیم. بریم سراغ بررسی دومین گان، گان KN44. ببینیم این چه عمل کردی داره. آی سی آر وان که بسیار گان عجیب غریبی بود. نه، مثل که KN44 هم دوست داره پا به پای آی سی آر وان بیاد. چه دقت تیری داره، دمیج بالا تو هدشات. شدناک شده یا از تنفس، واقعا از این گانایی که بران بیستر استفادهشو بکنه سریع داخل فرمون تو بچه جنوز خیلی دقت بالایی داره. حالا هیپایرش کس کنیم، اگر هیپایر خوبی هم داره. بله 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 بله، این گان هم هیپایر خوبی داره. پا به پای چیکی داره میاد، این هم مثل چیکی هیپایر خوبی داره. این گان مثل میدرینج و رینج هم خیلی خوب عمل کرده، کلیدش هم خیلی خوبه، عالیه. خب بریم سراغ بررسی رنجر فور گریپ 44 تا خشاب، مارکسمن، رد داد و MIP استریک استاک. اکیوریسی 73، کنترل 72 و رنج 62 که ریجستر خیلی خوبی داشت، واقعا عالی بود. هیپ فایر خوبی هم داره این گان، پا به پای HVK اومده. واقعا گانیه که حیفه که تست نشه، گان خیلی 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 خوبیست، خوبه که تست بشه. بریم سراغ بررسی لودآوت دوم. اسکوپشو برداشتیم، رنج تست کنیم، رنج خوبی هم داره، ریجستر خوبی هم داره. اگر این بات ها اجازه بدن من اونو ببینم، یه هدشات تمیز، ریجستر خیلی خوبی داره، خیلی خوبه، تو فاصله دورم کم نمیاد. فقط هدشات. این اتچمنت هم خیلی اتچمنت خوب،
اینم از لودآوت دوم که این دفعه ردات رو برداشتیم مونولیتیک اضافه کردیم، رنج خوبی داشت و اکیوریسی هم داریم که تستش هم کردیم خیلی عالی بود. پیشنهاد میدم این اتچمنت رو بودیم سراغ لودآوت سوم. پشابش رو برداشتیم، ریل گریپ و مازلش اضافه کردیم، ردات هم برداشتیم. این هم از تست لودآوت سه و لودآوت سوم که این دفعه خشابش هم برداشتیم، به اشرایل گریپ هم اضافه کردیم، اکیروسیش رو دوباره بردیم بالاتر، رنجش بالایی هم داره، کنترل خوبی هم داره، گان واقعا خوبی است. این اتچمنت و لودآوت رو بهتون پیشنهاد میدن. حالا لودآوت های پیشنهادی هم که داشتین میتونین به هم بگین تا من ویدیوش کنم اگر لودآوت خوبی بود. دیگه ارزی نیست، مرسی که من دوربینو بیارم، مرسی که تا اینجا ویدیو همراهی کردید، امیدوارم این اتچمنت واسهتون مفید بوده باشه. دوباره دارم میگم هدف از این بررسی اتچمنت ها اینه که ببینیم این گانایی که تست نشدن، هیچ وقت اسمی ازشون نبرده یا خیلی کم داره پلی میشه، اینجور گانا رو ما داریم تست میکنیم ببینیم آیا چه عملکردشون واقعا بده که تست نمیشن، یا فقط سر اینی که ما 4 تا آدم داریم میبینیم، 4 تا یوتیوبر دارن میگن این بهتر اون بهتر، اینو استفاده نکنین، در حالی که اصلا تستش هم نکردم، ولی واقعا گناه حقیه، خودتونم دیدین دارین تست میکنیم. حالا دیگه قضاوت با شما، دمتون گرم، مرسی که تا اینجای ویدیو همراهی کردید، امیدوارم مفید باشه. این لودآوت ها در قسمت بعدی با دو تا گان جدید دیگه برمیگردیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، تا دیدار بعدی، بدرود.